دوستان خوبم سلام و خیلی داغ میریم با هم دیگه گزارش فینال مستر اولمپیا رو داشته باشیم 2023، جایی که هادی چوپان و گوشه تصویر داریم میبینین بسیار ابرکولاخ و تقسیم بندی هم شدن نیم این ور نیم اون ور، تمامی 17 نفر بریم ببینیم که اون رفیق من شماره 5 چندم میشه. البته اینجا الان رتبه دهی نیست، در واقع فیگور نهایی هست و رقابت هست. اینا دیگه میرن بکستیج و بعد دوباره میان و به ترتیب در واقع عنوانهاشون رو کسب میکنن. الان فقط فیگورهای نهایی رو میگیرن. داریم هادی چوپان رو میبینیم در وسط کار. اینا اون 6 تا اصلی هن که گفتن دریک هم بیاد وسط، هانتر رفت گوش، برندون که فکر کنم 2019 مستر اولمپیا شده و شما الان همین جای کار صادقانه پای هادی چوپان و پای دریک رو ببین. خب ایشون اولا که دریک خب از همه کوتاه‌تره، 150 بیشتر فکر نمی کنم. آقا این داداش این جمع کردن این هیکل کاری نداره که شما 1.5 متر کار، شما الان اون سمسون رو ببین 3.5 متر طوله. خب اون جمع کردن اون هیکل معلومه سخت‌تره، همچنین هادی سخت‌تر از دریک. به هر حال که سمسون قول بیابونیه و اون اندرو از همه قول بیابونیه. شما چپ کار با شورت قرمز زرق و برقی شما اندرو رو ببین، قول بیابونی که میگن ایشون هست. و خب ما الان واقعا پای هادی از همه اینها به تناسب چگالی، بچه‌ها به تناسب چگالی بالاتر، سرتر و کاتتره. قد این دو نفر دریک و هادی از همه کوتاه‌تره. و خب میریم اینجا مقایسه دریک و هادی رو فقط باید بکنیم. معلومه که داورا جفت گذاشتن وسط، فقط مقایسه این دو. من توی این فیگور پای خب رفت پشت، که خب پشت دریک بخوایم صادقانه بگیم باسن کار 5 تا کیم کارداشیان رو جمع کرده، 3 تا جنیفر لوپز رو جمع کرده. بله پشت صادقانه پشت دریک کاتتر و بهتره در زیر بغل، ولی حجم هادی واقعا از حجم دریک بهتره. در زیر بغل چیزی کمتر از دریک نداره که بیشتر داره. میریم به پهلوها رو ببینیم و پشت بازوی کار. شما پهلوه همینجا پاز بزن خودت، پهلوی هادی رو کات پهلو با کات پهلو دریک مقایسه بکنی، بدون تردید هادی سرتره. میریم جلو ببینیم جلوی کار، شکم هادی بسیار کاتتره. یه وکیوم نمیخواد هادی واسه ما بکنه؟ خب یه وکیوم واسه ما نکرد. هی الکی هم خودشون به خودشون دست میزنن که یه شور حسینی به داورا بدن که حاجی ما اول روحیه بالا. سمسون رو ببینیم که بسیار قلبیابونیه ولی کات کار کمه. سمسون رو من باوی اندرو رو ببین سرویس. خب اینا همه هی به هم دیگه میگن حاجی ما اولیم و حاجی ما اولیم نون و آب نمیشه. الان سمسون فقط میخواد با هر کاری هادی میکنه، سمسون هم میخواد عداشو در بیاره. و اون آقایی که از اون اول تا الان اینجوری آقای شماره 12 بود، چون هنوز هم این شکلیه، این کلن ایشونه. خب بچه ها تو فیگورایی که الان دیدیم، تو یکی دوتاشون الحق دریک سرتر بود، ولی خب تو بعضی‌های بیشتر در واقع هادی سرتر بود. خب بریم اینا الان 7 تا رفیق ما اومد شماره پنج بسیار بدن زیبایی داره، قد بلند، شما سینه ها این کارتونه، مربع واقعا. این بدن من، این آقا هر کی است، رخ اون آقا پیتزابر لوله‌کش چیزم داره، کار کچله و بسیار بدن زیب. من واقعا بدن اینو پسندیدم، من خودم پسندیدم. اصلا یه تراش خاصی داره، اونجوری حجم قهرمانی نداره،
گردیه، چون قدش هم بلنده، گردیو نداره، ولی خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست. و وای این آقای شماره 10 رو ببین، موها گوجه پشت جمع کرده، کولا رو ببین بچه ها، اینا بدن ها ژنتیکه ها، اینجا فقط مسابقه ژنتیکه، اصلا اینا هاچی با تخمق سیب زمینی و نمیدونم. وای بکیوم شماره 13 رو ببین، اینا با تخمق سیب زمینی و 100 تا سرم بزن استروید تو خودت شب و امروز تخلیه کن، این در نمیاد، این واقعا ژنتیکه. اصلا کول اون آقای گوجه ای رو ببین، اون کول مگه اینجوری در میاد؟ من خودم دارم 5-6 روزه که در واقع بدنسازی کار میکنم و میدونم این کول به این راحتی در نمیاد. و پشت آقای شماره 5، پشت آقای شماره 5، پشت آقای شماره 5، شورت ها همه زرق و برقی، آقای شماره 5 ولی رفته شورت از این گیاهی معمولی ها خریده، به هر حال که ولی آقای چه پشت. ببین مثلا شما این ور پشت از چپ دومی دیدیم پشت کاتی نداشت، اینا رو تک تک میبینی میگه قهرمان آرنولد کلاسیک هم، ولی وقتی بغل هم وای میستن آدم فرقا رو متوجه میشه، ولی 5 کاتش هم خفنه، آب کار کم، کات خفن، شماره 13 سلطان و کیومه، پا 8 رو ببین زور علکی داره میزنه، باشه اصلا کات نیستی تو، به آب خالصی، 8 شبیه بلایخانه ولی به حال کات پا تعطیله، ولی واقعا 5 بی نظیره. فکر کنم 5 الان 7 تا 12 بودی، من فکر کنم شماره 5 7 دیگه مینیموم بشه، اونقدر رقابت سنگینه. خب میریم نفرات بعدی، فکر کنم اینا دیگه این شنگول ترین ها هستن و در واقع رتبه ارزم به خدمتون 8 تا 12 رفتیم، 13 4 رفتیم، 5 نفر بعد باشن، چرا 4 نفرن به حال که نفرات آخرن اینا دیگه ها. این آقای 12 از اول، این فکر کنم اصلا این یه چیزی، یه کتک ریزی شاید خورده، یه عرقسوز ملوی، همش این شکلیه، ولی به هر حال که ببینم ناراحته، انتظار داشت که مثلا شاید تو شیشته اول، ولی خب نیست، کات نیست. شما مثلا نگاه کن البته روحی هم اینا فکر کنم این کم ندارن، چون دیگه اینا آخر شدن خیلی ذوقی ندارن که الان حالا مثلا 17 با 16 با 15 فرق چندانی نداره، اومدن فقط برنامه پر کنی اینا. خب واقعا هم بدنشون نسبت به شما مثلا هادی مادی اینا رو ببینی، واقعا اینا نه حجم دارن، نه کات دارن، نه زیبایی دارن نسبت به هادی و دریک، واقعا اون دوتا سر بودن. سمسون رو من خیلی قدرتمند دیدم توی این، واو مثلا تقارن نداره زیر سینه آقای 12. خب تقارن اصل هیکل، یا شما زیر سینه آقای 12 رو ببین مثلا تقارن نداره، خب این دیگه زیبایی نداره. یه دستمالی ملو هم زد، بچه من سرماخوردگیم هنوز خوب نشده و هنوز با این دمنوش و فلان دست و پنجه نرم میکنم. پشت اون آقای گوشه‌ای به هیچ وجه کات لازم نداره، هیچ کدوم، فقط آقای چپ یه مقدار کاتشو میپسندم، پا نداره، پا لک لکه، پای آقای 12 خوبه به لحاظ حجم، به هر حال که یه ایکس شولی هم اینا زدن. اینا واقعا قهرمانای بلا منازع جهان هستن که تو هر مسابقه اگه برن، اینا هر مسابقه ای برن اولن، ولی اینجا وقتی شما تو بکراند ذهنت هی هادی و مرور میزنی، میبینی که اینا ابرزابیلغارت هم در واقع نیستن و یک سیتقارت ملو هن، میرن رو شیکم. به 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 تعجب میکنم، آیا یعنی خالو خودمون از اینا کاتره، اینا چرا این شیکما آبداره، یعنی چی؟ به هر حال که خدافظی هم کردن و بریم ببینیم حالا کیا رو میکشونن داورا. خب بخوایم صادقانه هم نگاه بکنیم، اینا واقعا هم در همون تراز مثلا 13 تا 17 بودن. خب دوباره یه سری رو ببینیم، کیان که اومدن، اندروه، بله. خب
حالا دوباره دارن میخوان که چهار روم تا چهار پنج شیش چهار روم تا هفتمو آها آها چهار روم تا هفتمو اینجا دارن هی عوض و بدل میکنن ببینن که چی میشه. برندون ناآماده اومده به خاطر اینکه مریض بود. اندرو قوله، شماره پنج زیباه، هانتر ژنتیک واقعا پهنه، اینا رقیبای سرسخت ولی سینه هانتر هم تقارن نداره، فایده نداره. اندرو بی نهایت گول بیابونیه، من ایشون رو هم رقیب خوبی در سال آینده مسابقات میبینم. برندون دیگه خسته نباشید، خدا نگهداره. و شماره پنج شما میبینی که تمام عضله، یک سوسک کامل، تمام عضله، 100% زیبایی، 100% زیبایی. شماره پنج پشت 100% زیبایی. ایشون واقعا به نظر من میتونست تو پنجتای اول هم باشه، نمیدونم که چرا تو هفتمی ها میذارنش. ببین شما الان از برندون همچی هم گلدونتره، هم حالا مثلا اندرو رو ببینیم، خب نسبت به هانتر، هانتر چه بازوهایی چاق و گرد و چه ساق پا. خب هانتر واقعا پسندیدم. اندرو پاها به اندازه کافی کات نیست، ولی شماره پنج پاها رو هم آخه نگاه کن. شماره پنج الان نقص کار چیه که باید مثلا هفتون تا دوازدهمون به جنگه؟ ایشون چرا رو باید پنج پنج تای اول نگاه کن اینجوری میکنه؟ باید خوش قیافه واقعا، جای ایشون باید به جای همون کچل لوله کشه، پیتزا بره، پزشک همه فن حریف باشه، به جای اینکه شورت زرق و برقی هم بپوشه شورت سنگین مشکی برکلاقی ریز جمع کرده. و خب بین اندرو جک و برندون، باز من برندون اصلا چیزی ندیدمش امسال، خب بنده خدا مریضم بود، ولی بین اندرو جک و هانتر من اندرو جک رو سردتر میبینم، بازوها رو، پاها رو، و شماره پنجم که به نظر من باید در این مسابقات، به نظرم باید یک دو سه بین چهار و پنج، و واقعا پشت رو ببین، پشت رو ببین. آخه این چرا نباید چهار یا پنج بشه؟ چرا برندوم مثلا باید چهار یا پنج بشه؟ یا چرا هانتر هم چه زیر بغلی داره هانتر؟ ولی خب کات هانتر رو شما با کات آقای هادی چوپان مقایسه کن، واقعا یک دو سه با اختلاف دست هادی چوپان، دریک و سمسونه، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه آقا من چرا من سوم مثلا نشدم، واقعا اینا در اشل اونا نیستن، حالا حالا هم نمیشن، یعنی بعید میدونم شما مثلا سال لیگه ببینی اندرو یهو بیاد سوم شه. اون سه نفر واقعا به اینا سرترم، و جالب اینجاست که مربی دوتاشونم که یک و دو هستن به نظر من دریک و هادی یک نفره، و اون آقای هنی رمبود واقعا ابرغول بیابونیه که 22 تا قهرمانی مستر اولمپیا داشته، از جمله همین امسال آقای خب ببینیم الان کیا رو فرا میخونن. آه آه یک و دو سه اومد. خب دیگه اینجا بچه قهرمانی اینجا مشخص میشه، یک و دو سه رو آوردن، دریک و وسط گذاشتن، هادی و این بر وسط. بریم دیگه دونه دونه رو ببینیم. ببینیم الان پا شما الان پا بدون شک هادی، تعارف هم نداریم، پا هادی تمام. آها گفتن که این چرا اینقدر با خنده های تمسخرآمیزی، این چه حرکتی، ایشون اخلاقیات صفره ایشون. من امیدوارم که حالا بین این سه نفر سوم شه و اوتشه اصلا کلا. خب میریم جلو، بازو هادی واقعا سرتر. بریم ببینیم پا من هادی و دریکو دارم مقایسه میکنم بچه ها. پا هادی سرتر، شکم هادی سرتر، زیر بغل هادی سرتر، زیر سینه هادی سرتر،
میبینی شما هم میبینین دیگه. برو رو اون ور، برو رو اون ور. جلو بازو، خب جلو بازو دریک یه مقداری گردتر دیدم صادقانه. باسن، کات باسن دریک و حجم باسن دریک بهتره، زیر باسن دریک بهتره، پشت دریک بهتره. یه مولکولا، اینا همه یه مولکوله، جفتشون یه مولکول از هم بهترن، اصلا اختلافات اصلا فاحش نیست، یه مولکوله. خب ما الان زیر بغل هادیو تو فیگورهای قبلی دیدیم که به دریک سرتر بود، اینجا همزمان با هم ندیدیم. خب میریم از بغل، چهار سر رون دریک سرتر، فیگورگیریش نسبت به زاویه داورا دریک بهتر گرفت، پهلوی هادی سرتره. خب یه دستمالی یه ریزم کردم بریم وکیوم کار آقای و عضلاتش، میگم وکیوم هادی، شکم و پهلوی هادی بهتره. واقعا رقابت سنگینه. خب سینه هادی بسیار فیبرا معلومتر و بسیار کاتتره و دریک الحق سینه کاتتری نداره و سینه هادی به سینه دریک سرتره. خب بغل هم هادی رو گذاشتم وسط دیگه، الان کار تموم. سرشونه هادی بسیار گردتره. شما توی این فیگور بریم ببینیم تقارن سینه هادی بسیار زیباتره، جلو بازو از این زاویه بسیار هادی گردتره. مولکولی ها، همش بچه ها مولکولیه. خب زیر بغل هادی کاتتره، شکم هادی کاته ها، هادی سرتره دیگه. ساعد آقای دریک بزرگتر ولی ساعد هادی کاتتره. میریم از بغل ببینیم کار رو، از بغل ببین کات هادی خب خیلی بهتره، حجماشون خیلی به طور کل حجماشون خیلی خب پشت، بله پشت دریک بهتره، یه مولکول بهتره از هادی. و سمسون متاسفانه اونقدر رنگش خودشم سیاهه، خیلی معلوم نیست چی به چیه. به هر حال که ساق پای هر جفت عالیه، پای دریک خیلی پیشرفت کرده، پای هادی اصلا هادی به پا معروف بود، ما الان پای دریک رو هیچ کمتر از هادی که نمیبینیم که هیچ، یه مقداری بهتر هم میبینیم پای دریک از بغل به پای هادی. از بغل کاتتره ولی از جلو پای هادی بهتره. ولی دریک هم عجب پایی ساخت، کی ساخت؟ دریک پارسال اصلا این شکلی نبود، دریک واقعا پیشرفتش فرا تصور بوده، همه پیشرفت کردن، خدا وکیل همه پیشرفت کردن، خود هادی خیلی پیشرفت کرده ولی دریک اصلا ابر پیشرفته. دریک ابر پیشرفت کرده. چطور ممکنه که در یک سال بشه این همه پیشرفت کرد؟ مربی این که هر دو نفر یک نفره، این کار فولیه. الان خب مربی اینا بالاخره نمیشه که شما مربی هر دو نفر باشی، به نظرم واقعا کار حرفه‌ای نیست، چون ممکنه با یکیشون بیشتر یه رفیق شی، بعد بزنید تر بزنید تو اون یکی، بعد ضعفای اینو میبینی، ضعفای اون آخه نمیشه اصلا نشدنیه، چون ضعفای شماره یک شاگرد شماره یک تو میبینی، بعد شاگرد شماره دو خب میای رو قوتش نسبت به اون ضعف اون یکی کار کنی، خب اجحاف در اولی میشه، نکنی اجحاف در دومی میشه و اصلا این جور در نمیاد. دریک و هادی جفت مربیاشون یکیه. خب دوباره دریک گوشتم وسط ولی خب هادی باز هم ما داریم هادی و کات تر میبینیم. چی شد؟ یه دستمالی ملو هم زد و بله بتونیم صادقانه بگیم پشت دریک بهتر، ولی خب پشت میخوای، من بارها خدمتتون عرض کردم پشت میخوای برو پیش دریک، جلو میخوای بیا پیش هادی. خب جلو از پشت، پشتم خیلی فیگوره داره همین، ولی جلو همه چیه هاج، جلوه از قدیم گفتن جلو. خب جلو واقعا شکم، چهار سر رون، سینه، زیر بغل، جلو بازو، خب اینا همه تو این فیگورها هادی کاتر نشون داد. به حال که کامان و این حرفا هم
دریک زد و بله شما اینجوری که میکنه این فیگور تمام کات، یه قطره آب زیر کار نیست، خیلی کات تر و خیلی بی آب تر از دریک. من خب تمام شد، خسته نباشی، اعلام کردن بیا دوباره. این آقای سمسون خان اومد گفت که حاجی کل کل، بعد فکر کنم تموم شد و بله و تموم شد. حالا شما قضاوت کنین که کی از کی سرتر بود. من هادی رو خیلی به هم نزدیک بودم، بخوایم واقعا نزدیک. ببین هادی و دراک خیلی عجیبم به هم نزدیک، یعنی ما کمتر مسابقه اینقدر شباهت میبینیم. بیشتر مسابقه ها مثلا نفر اول از نفر دوم مشخصا بهتره، متوجه این، ولی اینجا خیلی به هم نزدیکم. ولی بخوایم صادقانه بگیم مجموع فیگورها حداقل 4 5 تا فیگور مال هادی بود و 2 3 تا فیگور مال دریک بود. بریم و خیلی فوری ویدیو بعدی نتایج